حمله به پالیزار روی تخت سی‌سی‌یو. خبری است که در وبسایت رسمی مهدی خزعلی وبلاگ‌نویس منتقد دولت و فرزند آیت الله خزعلی منتشر شده. همسر آقای پالیزار این خبر را تایید می‌کند، اما می‌گوید در صورت انجام مصاحبه تلفنی با ما با او برخورد می‌شود. مطلب را در وبسایت مهدی خزعلی پی می‌گیرم. مهدی خزعلی در توضیح این خبر نوشته خانم پالیزار که خود نیز بیمار است و تحت شیمی درمانی قرار دارد با نگرانی و اضطراب به دفتر کارم آمد. از محل حادثه می آمد و همراه خود فیلمی از عباس داشت. شب خانم پالیزار خیلی سراسری به دفتر من آمدن و همراهشون هم یک فیلمی روی موبایل خیلی مبهم و مختصر داشتن که بعد از اون صحنه بود که خب روی کف اتاق سی‌سی‌یو خون ریخته بود و داشت از دست آقای پالیزار در اون فیلم خون می‌رفت و بعد از این درگیری بود و زندانبان داشت ایشون رو در واقع کمک میکرد که منتقل کنه به روی تخت. ظاهرا اینطوری که اینها فکر میکنن هنوز مشخص نیست، ولی با هماهنگی به سراغ بیمارستان که یک بیمارستان دولتیه این اتفاق رخ داده و احتمالاً افرادی از حراست باید باشن که این کارو کردن. و این صحنه‌های درگیری که اتفاق افتاده برای ما، من وقتی که با اون پزشک آقای هدی‌ثابت صحبت میکردن میگفتش که یک درگیری با کادر پزشکی و حتی اون به ضرب و شتم منجر شده بود باعث شد که اون حمله قلبی آقای هدی‌ثابت اتفاق بیفته. راستم بگم جدا نگران حال آقای عباس پالیزار هستیم و نمیدونم آیا اراده ای هست برای این که ایشون در واقع صورت مسئله رو حذف کنن و آقای عباس پالیزار رو از بین ببرن، یا اینکه نه یک کشفگی است یا اتفاق. آقای خزعلی، چرا به رغم اینکه نگهبان زندان آقای پالیزار رو در بیمارستان همراهی میکنه، افراد لباس شخصی موفق شدن ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار بدن؟ خانم ایشون میگفتش که اگر زندانبانها نبودن که ایشون رو کشته بودن و واقعا نگهبان زندان از ایشون حفاظت کرده و ممنون نگهبان زندان هستن که باز اونها به داد رسیدن، سربازهای وظیفه‌ای که نگهبان زندان بودن و از ایشون حفاظت کرد. آقای خزعلی، به پاک کردن صورت مسئله اشاره کردید. به واقع گرفتاری جمهوری اسلامی با آقای پالیزار که به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد و در خصوص فساد مالی برخی مسئولان صحبت کرد چیه و چه کسانی احتمالاً میخوان آقای پالیزار رو حذف کنند؟ مگر الان اتفاقاتی که در سیستم بانکی و اختلاس چند میلیارد دلاری در ایران شاهد اون هستیم کمتر از اون چیزیه که آقای پالیزار به اونها اشاره کرده در سخنرانی خودش؟ اولا که درست می‌فرمایید، واقعا اینها انقدر فساد مالی بعدی بزرگتر و بزرگتر بوده که دیگه به قولی ککشون نمیگذه. اما خب مسائلی که آقای عباس پالیزار داشت به یک سری رجال سیاسی درجه یک مملکت برمیگشت، روحانیون سیاسی امثال آقای محمد یزدی و غیره، اینها در حال آسیب دیدن از یه همچین اتفاقی. اما پرونده های 121 پرونده‌ای که آقای پالیزار بررسی کرده بود در سازمان بازرسی کل کشور، 121 نام بزرگ و مسئله اسامی خاص بود. شاید برای اون نگران هستن که باز دوباره مطرح نشه، ولی فکر میکنم آقایون اشتباه میکنن. افتضاحات و فساد بزرگتری پیش اومده، دیگه نیازی به گفته من و آقای پالیزار و هیچ کسی دیگه این نیست. مردم میدونن چه اتفاقی افتاده و نیازی به روشنگری جدید هم ما نمیبینیم. واقعا امیدوارم که آقایون سر عقل بیان و با گرفتن و بستن به هیچ جایی نمیرسن. آقای خزعلی میگوید جان عباس پالیزار در خطر است و بر اساس مدارک پزشکی قانونی او گواهی عدم تحمل کیفر دارد و نباید در زندان بماند. پیام یزدیان، صدای آمریکا.